اینجا پایانه مرزی بیلسوار. پاردان گرفت. باشیدم. به نیسون جالب. عمل اون مهاجم میشه. گردشگران زیادی از کشورهای همسایه هر روز از این گذرگاه وارد استان اردبیل میشوند. درمان هدف اغلب آنها برای سفر به ایران است. امکانات دمیرالله که حکیمله çok قابل. Çok marifetli. Azerbaycan'a gedende ömrümün axırına kadar İran həkimlərlə danışacağam. در سالهای اخیر صنعت گردشگری سلامت در ایران برو و بیایی پیدا کرده. دکتر محمد یونس که خود متخصص نفرولوژی است برای درمان سرطانش از کویت به ایران آمده. شش ماه پیش متوجه شدم که به سرطان سیستم لنفاوی مبتلا هستم. از همکارانم یا بعضی از بیماران خودم راجع به پزشکی ایران چیزهای خوبی شنیده بودم. برای همین تصمیم گرفتم درمانم رو در ایران ادامه بدم و تا الان روند درمانم هم خوب بوده. در تمام سطوح درمانی به خصوص مسائلی که جدید هست، جراحی قلب، جراحی چشم و دیگر امکاناتی که توی مملکت از درمانی وجود دارد، خیلی شایقن به این که بیان اینجا. در سالهای نچندان دور ایرانی ها مجبور بودند با هزینه های بالا برای درمان بیمارانشان عازم کشورهای خارجی شوند، اما راه اندازی دانشگاه های علوم پزشکی در این سالها و ساخت بیمارستان های تخصصی متنوع باعث شده تا این مسیر معکوس شود. طب ایرانی در عراق معروفه. وقتی اومدم ایران به هم ثابت شد چیزایی که شنیدم حقیقت داشته. من سرطان خون دارم. قبل از ایران برای معالجه به اردن هم رفتم، اما اونجا نتیجه درمانم خوب نبود و وضعیت جسمیم روز به روز داشت بدتر میشد. ما از کشورهای همسایه، از آذربایجان، از عراق، از کویت، در واقع بحرین، حتی اطراف مریضهایی داریم، حتی خارج از این منطقه هم مریضهایی داریم که یک دلیلش وجود پزشکان خیلی حاذق و متبحر هست. دومین دلیلش خب خدا رو شکر کشور امنی داریم، از نظر در واقع خیلی جا کشورهای همسایه مردم مهمان نوازی داریم. سطح‌بندی بیمارستان‌های کشور و استانداردسازی خدمات شرایط را برای توریسم درمانی فراهم کرده. در بین بیش از 900 بیمارستانی که در کشور فعال هستند، 320 بیمارستان خودشون رو کاندیدای دریافت این اعتبار بخشی معرفی کردن که بس از ارزیابی‌های اولی که کف نیازهای لازم برای پذیرش گردشگر سلامت هست به عمل اومد، 167 بیمارستان مورد تایید قرار گرفتن. البته این اعتبار بخشی ها همچنان مداوم خواهد بود. حالا بیماران بین‌المللی حتی برای خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی پیچیده هم به کشور ما سفر می کنند. این روش تصویر برداری بیماری های اغلب سرطانی هست که یک روش نوین و پیشرفته تصویر برداری هست. تلفیق دو روش تصویر برداری سی تی اسکن و روش تصویر برداری پت که روش تشخیصی و تصویر برداری پزشکی هسته‌ای هست. بن عم بالمانه اقدر اروح له جرمنی ما رحت فضلت ایران. میگه پسرم تو آلمانه و میتونم آلمان برم ولی من ایران انتخاب کردم. قلت تعالی قلت لا زنگ زد که برم ولی من نرفتم به خاطر اینکه پزشکی ایران قبول دارم. بسم الله امام رضا و نزدیک امام رضا است و زیارت امام رضا میره. اهواز که در دوران جنگ تحمیلی زیر بمباران بود، حالا مقصد بسیاری از بیماران کشورهای حاشیه خلیج فارس است. زبان بیماران در این استان خیلی مشکل ندارند. با راننده تاکسی، با هتل، در خیابون، با پزشکان و حتی پرستاران مشکل چندانی ندارند و خیلی راحت ارتباط برقرار میکنند. لا هست الحمدلله و شکر، خوش مستشفی، خوش نظافه، خوش عنایه. الحمد لله. منطقتنا هم اللي اجروا العمليات والان في صحه ممتازه. سالانه حدود 300 هزار بیمار خارجی برای درمان وارد ایران میشوند. جاین علاج ان شاء الله. برای معالجه اومدیم. سمعانین من اطباء ایران. گفتن که اینجا پزشکای خیلی خوبی داره. در سال گذشته ما حدود 123 نفر بیمار خارجی پذیرش کردیم. امسال هم تو این 9 ماه اول حدود 105 نفر. سلیمانی. راضی هن لعمال کول کارا کول رادیو تراپی کن. نه این خواب از زور باش بود، از زور باش. یعنی او برخورده و او نتیجه که گرک من بود لیره گتو مانه. بدون اقراق عرض بکنم ما حتی کشورهای اروپایی بعضی از برای بعضی درمانهای جراحی در تخصصهای مختلف
ما مراجعات مکرر داریم. گردشگری سلامت ارزاوری خوبی هم به همراه دارد. بیش از 5500 بیمار تو بیمارستان‌های استان پذیرش شدن، بیمارهای خارجی. حدوداً 3000 دلار ارز مستقیم وارد استان کرده، وارد کشور کرده که تقریبا میشه که بیش از 15 میلیون دلار فقط همین 5000 خورده بیمار، بیش از 15 میلیون دلار ارز وارد کشور شد. در طول 4 دهه‌ای که از پیروزی انقلاب می‌گذرد، نظام سلامت ما با تمرکز بر تربیت نیروی انسانی متخصص و ساخت و تجهیز مراکز مدرن توانسته نمره قابل قبولی در حوزه‌های مختلف علوم پزشکی از سازمان جهانی بهداشت بگیرد و همین امر پای توریست سلامت را به ایران باز کرده. نوآوری در روش‌های درمانی، افزایش تعداد پزشکان حرفه‌ای و رعایت استانداردهای بین‌المللی باعث شده تا بیماران زیادی از اقصانقاط دنیا ایران رو برای درمان انتخاب کنند و با سوغات سلامتی به کشور خودشون برگردند. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.